وزارت خزانه داری آمریکا اعضای یک شبکه بین‌المللی شامل 6 نفر، 17 نهاد و 11 نفتکش رو که برای نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب الله لبنان نفت قاچاق کرده تحریم کرده. وزارت خزانه داری آمریکا گفته این شبکه با دست داشتن در فروش مخفیانه نفت ایران برای نیروی قدس، شاخه برومرزی سپاه پاسداران و همینطور گروه حزب الله لبنان درآمدزایی کرده برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری گفته کلیه اموال این افراد و شرکتها در آمریکا مسدود و علاوه بر این معامله با آنها محدود میشه معاون خزانه داری آمریکا گفته تا زمانی که ایران از بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام خودداری کنه ایالات متحده به اعمال تحریم ها فروش محصولات نفتی و پتروشیمی ایران ادامه میده بهزاد احمدینیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نکوزیای قبرس با ماساق احمدینیا تعارف رو بذاریم کنار یک معامله تجاری ایران با جامعه جهانی هستش که برای هم ایران و هم دنیا مهمه و اون انرژی هست در شرایط فعلی و بحران انرژی که همین الان اروپا هم داره باش دست و پنجه نرم میکنه به خاطر جنگ اوکراین چقدر محتمل می بینید که برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی به طور کامل واردات نفت و میانات گازی و دیگر موارد پتروشیمی را از ایران به طور کامل متوقف کنه سلام شب شما به خیر بدون تعارف اگر عرض کنم بیش از دو ساله که الان ایران دیگه توی هیچ کدوم از معادلات انرژی دنیا اثرگذار نیست و محاسبه هم نمیشه شاید میتونستیم یک سال پیش بگیم که غرب به این فکر میکنه که اگر ایران برگرده یک مقداری دستش جلوی عربستان بازتره یک مقداری دست روسیه کمتر باز خواهد بود در بازار انرژی ولی امروز اصلا دیگه این معادلات حاکم نیستش هفته پیش ما شاهد این بودیم که قیمت گاز در هاب اروپا منفی شد اصلا کسی فکرش را هم نمیکرد که قبل از زمستان 2023 بخواد قیمت گاز به منفی برسه قیمت گازی که تمام رکوردهای تاریخش رو شکسته بودش قیمت نفتی که اصلا تحت هیچ شرایطی زیر 100 دلار نمی اومد بیاد تا نزدیک زیر 80 دلار هم پایین بره و حالا البته دوباره مقداری قیمت برگشته بالا که کاملا طبیعیه ولی من میدونید که بعضی نهادها مثل سازمان یوانی یا اتحاد علیه ایران هسته اینها مدعی هستند که چیزی بالای یک میلیون بشکه نفت ایران در ماه به خصوص در ماهای اخیر صادر کرده حالا به کشورهای معمولا نزدیکتر به خودش مثل چین و سوریه نه ببینید ما یه بحثی داریم که صادرات یعنی به معنای اینکه نفت رفته جایی و پولی یا کالایی یا خدماتی به ایران برگشته یه بحثی داریم بارگیریه بارگیری نفت از خارک و از پایانه های دیگه در ایران در مجموع روزانه هیچ وقت کمتر از نیم میلیون بشکه نشد بخش عمده ای از این نفت در زخ... زخیر سازی هایی که توی چین ایران خریداری کرده و تو جاهای دیگه یا اصلا روی نفتکش ها شناور یعنی ما برآورد ارقامی رو بین 100 تا 120 میلیون بشکه مجموع نفت و معیوانات گازی داره نشون میده که روی شناورها روی دریا شناوره خب این نفت میره بارگیری میشه اون آماری که اونها دارن آماریه که از بارگیری میادش اولا که روزی یک میلیون بشکه اصلا مجموع مصرف سوریه و لبنان و ارز کنم به خدمت شما که یمن و اینجور کشورهای کوچکی که تو منطقه هستن مجموع مصرفشون در روز یک میلیون بشکه نیستش که ایران بخواد یک میلیون بشکه به اینا نفت بفرسه بعد هم اون نفت و بغصولاتی که به اینها میفرسه ما به اعضایی نداره بله. یعنی کل, دل... ماه عرض کردم یعنی یوانی میگه که کل ماه اکتبر یک میلیون و سد و افتاد و چهار هزار و, و پنج و پنج بشکه اونطوری که اونها میگن ایران صادر کرده بله بخش زیادی از این نفتی که توی ماه اکتبر و سپتامبر از ایران خارج شده نفت ایران نیستش نفت روسی است بله. ایران در حال حاضر شروع کرده نفت روس ها رو داره براشون به اسم سواب داره براشون قاچاق میکنه و اتفاقا این قرارداد سواب رو هم چند روز پیش اعلام کردن که ما رسمیش کردیم و دیگه داریم انجام میدیم ولی عملا ایران تبدیل شده به قاچاقچی نفت روسیه و درآمدی از نفت دیگه نداره سپاسگزارم بهزاد احمدی خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیای قبرس